تشدید جنگ گورکا میان خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر پرونده اتمی و تلاش برای انتقال آن از شورای امنیت رژیم به وزارت خارجه. رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در مجلس ارتجاع: انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه قطعاً حائز اهمیت است. باید ببینیم رئیس جمهور در نهایت چه خواهد کرد و مهمتر از آن تایید رهبری است تا این کار شکل بگیرد. خبرگزاری حکومتی مهر گزارش داد بر اساس برخی شواهد و قرائن پیگیری پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی خارج و به وزارت امور خارجه سپرده شده و احتمالاً محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه پیگیری مذاکرات با اشتون را بر عهده خواهد گرفت. این در شرایطی است که مسئله انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه از ابتدای دولت 11 مطرح بوده است و شب گذشته در گفتگوی تلفنی محمد جواد ظریف با کاترین اشتون این مسئله به چه رسمی به خود گرفت. این رسانه حکومتی افزود به نظر می‌رسد تیم دولت جدید معتقد است انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت به وزارت امور خارجه جنبه امنیتی این پرونده را کاهش می‌دهد، احتمالاً سطح مذاکرات نیست دستخوش تغییر و تحولاتی خواهد شد. در واکنش به خبر انتقال پرونده اتمی رژیم به وزارت خارجه، بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع موضوع را منوط به تعیین دبیر شورای امنیت رژیم و تایید خامنه‌ای عنوان کرد و اظهار داشت این موضوع بستگی به این دارد که چه فردی در شورای عالی امنیت ملی مسئولیت را به عهده می‌گیرد. فردی باید به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی انتخاب شود که توانمندی و دانش کار امنیتی، نظامی و سیاسی داشته باشد. مذاکره هسته‌ای بسیار ظریف و حساس است و حتما نیازمند فردی است که شناخت خوبی از ظرایف موضوع هسته‌ای و سوابق مسئله داشته باشد و این نکته قطعا در منافع ملی ما حائز اهمیت است. باید ببینیم رئیس جمهور در نهایت چه خواهد کرد و مهمتر از آن تایید رهبری تا این کار شکل بگیرد. رفسنجانی: تعامل بین دولت و مجمع قطعا به نفع مساله و منافع نظام خواهد بود. آخوند روحانی: امیدوارم دولت بتواند از حضور هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های انقلاب است استفاده کند. آخوند روحانی در یک مقابله جویی با خامنه‌ای گفت امیدوارم دولت در این دوره بتواند از حضور هاشمی رفسنجانی که از استوانه‌های انقلاب است در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر خود استفاده کند. از سوی دیگر رسانه‌های حکومتی در مورد شرکت روحانی در جلسه مجمع تشخیص رژیم نوشتند نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از یک ماه تعطیلی به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حضور رئیس جمهور و سران قوه مقننه و قضاییه و اکثریت اعضا در حالی تشکیل شد که محمود احمدی نژاد در این جلسه غایب بود و آن گونه که تصاویر نشان می‌دهد قبل از شروع جلسه هاشمی رفسنجانی از مقابل در ورودی مجمع به استقبال روحانی رفت. رفسنجانی در این اجلاس گفت تعامل بین دولت و مجمع قطعاً به نفع مساله و منافع نظام و حل مشکلات خواهد بود.